همکارم آرش علایی از کنگره با ما همراه شده. آرش، دیدم که خانم امانپور عکسی رو منتشر کرده بود و گفته بود تصاویر حتی سرکوب و کشته شدن معترضان رو نشون امیر عبداللهیان داده. نکات مهمی که باید منتظر باشیم در این مصاحبه ببینیم چیه؟ ببینم، یه بخشی از ویدیوش هم سی ان ان منتشر کرده است. به نظر میاد که مصاحبه مفصلی سرودن یکی دو دقیقه‌ش رو نیوشا سی ان ان دقایقی پیش منتشر کرده. در یک بخشی از این مصاحبه ما میبینیم خانم امانپور راجع به گزارش‌هایی صحبت می‌کنه، میگه افرادی که در ایران در زندان بودند شکنجه شدن، ادعا می‌کنند شکنجه شدن، زنان، مردان، و بعد بهشون تجاوز شده است. و بعداً بعضی از این افراد با بعضی از مقامات گفتگو کرده بودند در داخل ایران، از جمله یک آخوند در ایران با یک آخوند با یک ملا صحبت کرده بودند، یکی از این قربانیان، و اون آخوند هم به سی ان ان تایید کرده که جای شکنجه و داستان‌های مربوط به تجاوز به زندانیان رو شدید است. حسین امیر عبداللهیان گفتش که هیچ ایرانی در طول تظاهرات اون چیزی که ایشون مسالمت آمیز مردم خون دستگیر نشده است. ایشون فقط گفت افرادی دستگیر شدن که در طول تظاهراتی که به خشونت پشیده شده است، در طول اون تظاهرات نیروی انتظامی اونها رو دستگیر کرده. و خلاصه حسین امیر عبداللهیان در این بخش از مصاحبه به دروغ‌هایی که جمهوری اسلامی میگوید در مورد اتفاقاتی که الان داره در ایران میفته ادامه داد. دروغ به این دلیل که ما میبینیم بسیاری از مدارک مربوط به شکنجه رو بارها و بارها ایران اینترنشنال گزارش‌های مختلفی رو در این مورد منتشر کرده است. چیز دیگری که در مورد مصاحبه خانم کریستین امانپور، اینکه خب حالا ایشون یک سوپر استار هستند در زمینه خبرنگاری، سابقه بسیار زیادی دارن، مصاحبه‌های بسیار سختی انجام دادن، ما همیشه میدونستیم. اما در این مصاحبه به نظر میاد خانم امانپور در موقعی که به چالش میکشه حسین امیر عبداللهیان رو به حدی روی اعصاب امیر عبداللهیان میره که شروع میکنه امیر عبداللهیان به طور غیر مستقیم با خانم امانپور صحبت کردن از طریق مترجم، و یه جایی با مترجم در واقع داد میزنه به سر مترجم، انگار داره به خانم امانپور توضیح میداد. و این تفاوت حسین امیر عبداللهیان با سلفش جواد ظریف است. جواد ظریف وقتی میومد آمریکا توانایی این داشت که وقتی دروغ میگفت صورت خودش خوب نگه داره. امیر عبداللهیان به نظر نمیاد که از این تکنیک بهره ای برده باشه. ممنونم از سوارش. یاد رئیسی هم افتادم که مجبور میخواست بکنه خانم امانپور رو سریع سرش بکنه، اما خانم امانپور نپذیرفته بود. ممنونم از سوارش علایی از کنگره آمریکا با ما.